پس از جنگ غزه پیامهای رد و بدل شده بین ایران و آمریکا شدت گرفته اما با هدف هشدار در این فضا دو طرف به دنبال ارسال چه سیگنالی به یکدیگه هستند و آیا ممکن فضایی تنش از جنگ لفظی عبور کنه دکتر تهمورس غلامی پژوهشگر مسائل امریکا در این برنامه راهبرد به این پرسش ها پاسخ میده دکتر قلامی ممنون که تشریف آوردید وقتتون رو در اختیار اکو ایران گذاشتید در این برنامه ما میخوایم آخرین تحولات بین ایران و آمریکا رو بعد از جنگ غزه بررسی کنیم آقای دکتر پس از جنگ غزه تو فضای عمومی رسانه ای آمریکا یک اتفاق کم سابقه رخ داد که علاوه بر جمهوری خواهد که معمولا مواضع تهاجمی نسبت به ایران داشتن ما میبینیم که تو طیف دموکرات هم تحرکاتی در خصوص باز کردن پای ایران به این دیده میشه به نظر شما چرا توی این قضیه الان دو طیف دموکرات و جمهوری خواهد در آمریکا متحد شدن من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و ممنونم که منو به برنامه تون دعوت کردید. ببینید دولت دموکرات اونجوری که بلینکن اعلام کرده سیاستش در مقابل ایران یه سیاست سه ستونی هست. یه ستونش سیاست فشار هست. فشار اقتصادی، سیاسی، به ایران که معمولا متولی یا مسئول اون وزارت خزانداری آمریکا هست مهم. یه سیاست بازدارندگی هست که هدف اینه که جمهوری اسلامی ایران یا گروه های مورد حمایت اون به آمریکایی های منطقه یا منافع اون حمله نکنند که متولی سیاست بازدارندگی وزارت دفاع هست و ستون سوم دیپلماسی هست دیپلماسی برای گفتگو برای مذاکره که در دو سه سال گذشته از دولت بایدن بیشتر برای مدیریت تنش صورت گرفته حالا بر اساس این سیاست ستونی ما میتونیم بگیم که فضاسازی که داره علیه ایران انجام میشه در راستای سیاست بازدارندگی و فشار هست در راستای دو تا از ستونهای سیاست دولت بایدن هست چطوری؟ ببینید در مورد اینکه ایالات متحده آمریکا دو ناوگروه جنگی وارد منطقه کرده ناوگروه سوم آورده تعداد نیروهای نظامیش زیاد کرده خب هدف همون بازدارندگی هست اینکه جمهوری اسلامی ایران یا گروه های مورد حمایت اون به منافع آمریکا یا به شرکا و متحدین آمریکا حمله نکنند اینکه این تعداد رو بیشتر کرده نسبت به قبل از هفته اکتبر دلیلش روشنه چون جنگ اسرائیل اتفاق افتاده و احتمال اینکه این حملات صورت بگیره هست به خاطر همین نیاز بود که بازدارندگی رو تقویت بکنن پس بخشیش در راستای همون سیاست بازدارندگی هست اما بخشیش در راستای فشار هست فشار سیاسی تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران ما اگه نگاه بکنیم میبینیم گروه ها کشورهای مختلف بازیگران و مختلف از جمهوری اسلامی ایران نام میبرن اگه نگاه بکنیم اینا هر کدومشون اهداف خاص خودشونو دارن اگه اسرائیل مسائل رو به ایران نسبت میده یه هدف روشن داره فرار از مسئولیت اینکه من اسرائیل در شکل گیری این وضعیت در اشغال فلسطین یا مثلا در معاصری غزه نقشی ندارم هرچه مشکل هست به خاطر جمهوری اسلامی ایران از این هدفی که اسرائیل داره دنبال میکنه جمهوری خواها و محافل نزدیک اونها اگه دارن محافل تندرو چون جمهوری خواهان میان رو با جنگ مخالف هستن اگه دارن چون این روی کردی دارن امیدوارن مثل بنیاد دفاع دموکراسی یا لابی هایی که یا گروه هایی که طرفدار اسرائیل هستن امیدوارن یه جنگ بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته و از این وضعیت سود ببرن یه گروه سومی که دارن به این وضعیت دامن میزنن و این فضا سازی ها انجام میدن رسانه ها هستن رسانه های بین المللی که بخوایم خوشبینانه بهش نگاه بکنیم میگیم خب دارن رسالت خبری خودشونو انجام میدن دوست دارن دیده بشن دوست دارن منبع خبر بشن دوست دارن نشون بدن که دارن تحولات منطقه رو به شکل زنده پوشش میدن یه گروه دیگه که داره به این وضعیت دامن میزنه از طریق میشو گفت هموطنای خودمون هستن اونایی که اپوزیسیون هستن و طریق توییت ها طریق رسانه هایی که دارن دوست دارن این گونه نشون بدن که جمهوری اسلامی ایران مسئول این وضعیت هست که متاسفانه متوجه نیستن که این رو... این روی کردشون دیگه داره به زدیت و دشمنی با تمامیت ایران جغرافی های ایران و موجودیت کشور منجر میشه اما خود دولت آمریکا با چه هدف و قصدی داره اینو اینجوری نشون میده هدف این هست سیاست فشار هست سیاست فشار الزامن اقتصادی نیست بعضی وقتا سیاست فشار بودای دیگه داره مثل امنیتی کردن تمام این فضا سازی ها اگه توسط دولت آمریکا حزب دموکرات سناتورهای دموکرات در علیه جمهوری اسلامی ایران انجام میشه یه هدف بیشتر نداره و اون این هست که جمهوری اسلامی ایران وضعیتش رو اورژانسی و, و ملتهب نشون بدن از این طریق واسه التهاب در داخل کشور بشن ایران رو کشور خطرناکی نشون بدن که ضرورت داره باش مقابله بشه صرف این که چون این تصویر سازی از جمهوری اسلامی ایران و از ایران داره صورت میگیره یه اعمال فشار علیه ایران هست ما در این وضعیت نگاه بکنیم از بعد 7 اکتبر وضعیت ارز رو نگاه بکنیم طلا رو نگاه بکنیم وضعیت بورس رو نگاه بکنیم نگرانی مردم رو ببینیم قشن میتونیم بفهمیم که این هدف تا حدودی موفق شده اینکه صرفا با فضا سازی با موزه گیری های رسانی داری تلاش می‌کنی که وضعیت ایران اورژانسی نشون داده بشه که نیازمند توجه فوری هست لذا به باور من فضا سازی های صورت گرفته صرفا در راستای امنیتی کردن جمهوری اسلامی ایران هست و به هیچ وجه نشونه برای وقوع جنگ بین ایران و آمریکا نیست که احتمالا در بخش های بعدی خواهید پرسید چرا دکتر قلمی حالا ما بخوایم ب ب ب ب این بحث در واقع اینکه دارن ایران و به این عملیات الاقصا ارتباط میدن بپردازیم ایران بارها از طریق وزیر خارجه و حالا برخی دیگه از مقامات اعلام کرده که تو این عملیات هیچ نقشی نداشته و این کار خود برنامه ریزی و نقشه خود نیروهای مقاومت حماس بوده آیا این موضع ها کفایت میکنه با توجه به اینکه آمریکایی ها و خیلی دیگه رو این دارن مانور میدن هرچند میگن هنوز هیچ سندی ندارن یا این و میتونیم از این تله رسانه یا سیاسی عبور کنیم ببینین الزا این که فضا سازی دارن میکنن الزاما به این معنی نیست باور دارن که دلایل مناسبی برای جنگ با ایران هست ما بایستی بین این دوتا تفاوت قائل بشیم یکی فضا سازی که داره صورت میگیره دوم اون چون تصمیم دوم این که تصمیمی بخواد برای جنگ گرفته بشه بایستی بر مبنای واقعیات بر مبنای مستندات باشه به خاطر همین اون فضا سازی اولی که دارن انجام میدن مسئولینمون تلاش کردن این فضا سازی رو خونسا بکنن که باور من تلاششون خیلی موفق نبوده چون میتونستن خیلی موفق خیلی قانع کننده تر در این حوزه صحبت بکنن ببینید دلایلی که میارن تو این فضا سازی برای اینکه نشون بدن که جمهوری اسلامی ایران در اون نقش داشته مثلا میگن که جمهوری اسلامی ایران از گروه های داره حمایت میکنه که علیه اسرائیل اقدامی انجام بدن خب این دلیل دلیل ضعیفی هست و چون ضعیفی هست ممکنه اینو به زبان بیارن ولی مبنا قرار نمیدن برای حبل این نظامی این جمهوری اسلامی ایران متولد 1979 منازعه فلسطین و عرب از بعد جنگ جهانی اول وجود داشت شما برین تاریخ سوریه رو بخونید تاریخ عراق رو بخونید تاریخ لبنان رو بخونید اینا از اون زمان گروه های مختلف تو این کشورها شکل گرفته که هدفشون مبارزه با اسرائیل بوده بعضی وقتا گرایش های کمونیستی داشتن بعضی وقتا گرایش های داشتن بعضی وقتا گرایش های اسلامی داشتن شما مسئله فلسطینی داری که در اون بخشی از سرزمین عرب اشغال شده طبیعی هست کشورهای عرب جامعه عرب بیا در این موضوع موضعگیری بکنه حتی اگه جمهوری اسلامی هم نباشه لذا آمریکایی ها میدونن که اگه گروه های عراقی لبنانی سوری دارن فعالیت میکنن الزاما نمیتونن همه این رو به جمهوری اسلامی ایران نسبت بدن این مسئله ریشش خیلی تاریخی تر از تاریخ جمهوری اسلامی ایران هست دلیل دومی که میارن میگن گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی از ایران دستور میگیرن به باور من من منکر نیستم جمهوری اسلامی خودش هم اعلام کرده از این گروه ها حمایت میکنه ولی کسی که با فرهنگ سیاسی عراق آشنا باشه میتونه بفهمه که این گروه ها الزاما سفت تا صد از جمهوری اسلامی ایران اطاعت نمی کنن. یا گروه های سوری اینا گروه های مختلف وقتی میگن هشت و شعبی هشت و شعبی مجموعی از گروه های مختلف بعضی هاشون نسبت به رهبر ایران خودشون مغلط مقلد میدونن تبعیت بیشتری دارن ولی خیلی از گروه ها الزاما اینجور نیستن و خودسر دارن اقدام میکنن دلیل سوم اینکه که میگن بایستی به ایران فشار آورده بشه که جلوی این گروه ها گرفته بشه خب سوال اینه که خب چرا به دولت هاشون فشار نیارن چرا به دولت عراق دولت سوریه دولت لبنان خود دولت عراق با این گروه ها نشست برگزار کرده نتونسته اینا رو قانع بکنه که کاری نکنن دولت عراق ظرفیت بیشتری داره جلو اینا رو بگیره من اینا رو میگم خواهم میگم که آمریکایی ها اینا رو میدونن ولی اینو تو سطح رسانه به زبان میارن صرفا برای اون فضا سازی است میدونن اینا برای جنگ کافی نیست این اتفاق الان افتاده در سراسر دنیای فضای دو قطبی شکل گرفته که یا زد اسرائیلی شدن یهودی ستیزی طبق منابع خودشون 500 درصد رشد کرده خب اگه تحرکات در سطح منطقه به خاطر سیاست های جمهوری اسلامی چرا در اروپا چرا در دانشگاه های آمریکا گرایش های ضد اسرائیلی شکل گرفته این چیزی است که رسانه ها دارن علیه ما کار میکنن با هدف امنیتی کردن کشور با هدف ملتهب کردن شرایط اقتصادی کشور و مسئولین ما بایستی به اون پاسخ بدن و مهمترین دلیلی که میارن بحث, بحث خود حماس هست اینکه جمهوری اسلامی ایران از حماس حمایت کرده ببینین حمایت از حماس الزاما به نیست که جمهوری اسلامی ایران در اقدام اونها در هفت اکتبر نقش داشت شما اگه نگاه بکنین هفت اکتبر رو بایستی به دو مرحله تقسیم بکنین یکی زمانی که پشت اون دیوار امنیتی قرار دارن اون جایی که گروه های فلسطینی موفق میشن این دیوار رو بشکنن از صد امنیتی عبور بکنن علا نظارت های اسرائیل بتونن تحرکات خوبی داشته و این یه موفقیت برای حماس است و یه شکست اطلاعاتی امنیتی برای نهادهای اسرائیل ولی از ای که دیوار رو میشکنن وارد این ور دیوار میشن یعنی وارد سرزمین هایی میشن که در کنترل اسرائیل هست شما اینو نگاه بکنی منطق این تحولات دیگه منطق نظامی نیست اگه جمهوری اسلامی ایران پشت این تحولات بود مطمئنا به گروه های فلسطینی میگفت که به گروه های حماس میگفت که مثلا بردن یه تانک داخل غزه خیلی بهتر از اینه که یه تراکتور سبز رنگ بزرگ رو برداری وارد غزه بکنی اگه جمهوری اسلامی تو این طراحی نقش میتونست این ها بگه که اینکه ده دوازده رزمنده خودشون رو درگیر دستگیری پیرزن 85 ساله میکنن که اونو وارد قضه بکنن این کار کار بیهوده یه بهتر شما به جاش مثلا چند تا گلوله توپ و تانک و اینا رو ببرین که از مهمات اون استفاده بکنین اگه جمهوری اسلامی واقعا پشت این حمله بود میتونست بهشون بگه که حمله کردن به یه جشنواری موسیقی که شهروندای مختلف در اون حضور دارن همه دوربیناشون روشنه دارن از هم فیلم میگیرن عکس میگیرن این تو حوزه دیپلماسی عمومی براتون ضرر داره و اینجوری باعث میشه دنیا علیهتون بشه کشورهای عربی علیهتون بشه ما منطق این تحولاتی که پشت دیوار انجام میشه نگاه میکنیم خیلی منطق نظامی نداره شاید به این دلیل که واقعا حماس فکر نمیکرد بتونه دیوار رو بشکنه و وارد این طرف دیوار بشه تحرکاتی که حماس در 7 اکتبر این طرف دیوار انجام میده منطقش منطق نظامی نیست بیشتر آدم حس میکنه که سر احساسات و هیجان و نمیدونن دقیقا باید چه کار بکنن وقتی بپذیریم جمهوری اسلام ایران دلایل منطقی وجود نداره که در پشت طراحی حمله 7 اکتبر بوده باشه میتونیم بگیم شکستن دیوار هم ایران نقشی نداره چون معقول نیست بگیم ایران بهشون مشاوره داده چجور دیوار رو بشکنن ولی بعد از دیوار چه کار بکنن جمهوری اسلامی ایران نقشی نداشت اینها اینکه اسرائیل و آمریکا میگن دلیلی در حضور نقش ایران در طراحی این عمله نداریم واقعیتش به خاطر این مستندات اینا رو میبینن ولی چرا تکرار میکنن چون کمک میکنه به اون فضا علیه ایران خب آقای دکتر اگه بخوایم حالا از این بحث فضاسازی دور نشیم شما فرمودید که هدف آمریکا از این امنیتی سازی جنگ نیستش نمیخواد آن. با این وارد جنگ بشه حالا الان پرسش من حالا به طور مشخص این هستش که الان با تحولاتی که تو عرصه میدانی و سیاسی تو منطقه در جیانه آیا اینها منجر به یک تفاهم بین ایران و آمریکا میشه یا ممکنه سطح تنش رو بالا ببره و در نهایت یک جنگ اتفاق بیفته ببین دلایلی که برای وقوع جنگ باز میارن که به باور من رسانه ها یا مثلا تحلیلگران باز فضا سازی هست نگاه بکنید دلایلی نیست که برای جنگ کافی باش مثلا میگم گروه های مورد حمایت ایران به منافع آمریکا حمله میکنه و آمریکا به ایران حمله میکنه خب سالها از اسرائیل در سوریه به این گروه های به اصطلاح مورد حمایت ایران حمله میکنه الزاما منجر به جنگ بین ایران و آمریکا نشده یا آمریکا بارها به این گروه ها در مرز سوریه در داخل عراق پیش از این حمله کرده ولی منجر به جنگ نشده ولی الان دوست دارم که نه این حمله میتونه منجر به جنگ بشه این دلیل قبلا هم وجود داشته و نشده یا مثلا میگن ممکنه یه حادثه اتفاق بیفته خارج از کنترل دو طرف باشه من فکر نمیکنم. کنم حادثه مهمتر یا برتر از ترور آقای سلیمانی اتفاق بیفته اون حادثه که اتفاق افتاد دو طرف مدیریت کردن که منجر به جنگ نشه چون دو طرف تمایلی برای ورود به جنگ ندارند. یا مثلا میگن اگه جپی سوم علیه اسرائیل باز بشه جمهوری باعث جنگ بین ایران و آمریکا میشه نه در 2006 حزب الله که با اسرائیل وارد جنگ شد حماس هم یه سری تحرکات داشت یا تحرکاتی که دوباره حماس داشته حزب الله پاسخهایی نشون داده گذشته رو نگاه بکنیم هیچ کدوم از این تحولات الزامن،, الزامن که نه اصلا تحدید شرایطی به جنگ بین ایران و آمریکا منجر نشده ولی نفع در اینه که اینها رو اینجوری تفسیر بکنی بازنوایی بکنی که یک جنگی بین ایران و آمریکا در حال وقوع هست و گفتم همین تصویرسازی خودش برای التهاب آفرینی خصوصا در اقتصاد و در معیشت مردم واقعا موثره هدف علمان. آمریکا چی از این امنیتی سازی الان توی <تصفح> مقطع ببینید بخشیش سیاست فشار هست این واقعیتش جمهوری اسلامی ایران رو دارن تحت فشار قرار میدن که در خیلی از حوزه ها عقب نشینی بکنه ببین آمریکایی میدونن فضا بخوابه با جمهوری اسلامی ایران وارد گفتگو و مذاکره بر سر برجام بشن هر چقدر سیاست های منطقی ایران رو سیاست های مخرب و منفی در سطح منطقه نشون بدن فردا سر مذاکرات هستی توقعات بیشتری دارن یعنی از الان دارن اهرم سازی میکنن کارت سازی میکنن بله کارت سازی میکنن ببینید ما دموکرات ها رو به این میشناسیم که میگن موضوعات رو مورد به مورد میخوان حل اول مسئله هسته بعد سیاست منطقی بعد برنامه موشکی ایران بعد مثلا مواعظ قوه بشری هیچ وقت پکیجی به این نگاه نکردن ولی الان میخوان فردا اگه مذاکرات احیای برجام یا برجام جدید بخواد امضا بشه اونجا دیگر ما از سیاست های منطقی شما نگرانیم تحرکات شما باعث شد اون جنگ در اسرائیل اتفاق بیفته تحرکات شما باعث شد پاریس و لندن مم. به هم بریزه تظاهرات و مختلف در کشورهای منطقه در کشورهای غربی اتفاق بیفته و شما تو این حوزه ها بایستی به ما امنی بایستی به ما تضمین بدید و شما اگه نگاه بکنیم مثلا پولای ما رو یکی از دلایلی که آمریکایی آزاد نمی کنن، چیه نه پول آزاد بکنیم جمهوری اسلامی اینو خرج گروه های مورد حمایتش تو منطقه میکنه منطقه رو بی ثبات کنه تا از این ادعا قبل از این جنگ حماس بوده حالا فردا دوباره سر میز مذاکره قرار بگیرن این ادعا رو خیلی مصمم و خیلی جدی میکنن و اینجاست که جمهوری اسلامی اینا خیلی بیشتر تحت فشار و در تنگنا قرار میگیرن. بله. آیدکتو توی این فضا این پیام هایی که بین ایران و آمریکا رد و بدل میشه که ما اخیرا از توی کاخ سفید چند تا پیام دیدیم بله. که محتواش این بود به ایران که بس کنید. های پیام های نسبتاً هشدارآمیز و ایران هم بله. متقابلا پاسخ داده بودیم. پیام ها توی این فضا چه مفهومی داره؟ ببینید خط ارتباطی بین ایران و آمریکا و حتی آمریکا و هر کشوری زمانی که ممکنه سوء برداشت ها منجر به جنگ بشه لازم هست خب بالاخره ایالات متحده نیاز داشت که این پیام رو ارسال بکنه که قاطعیت داره چون به باور من حماس اگه به اسرائیل حمله کرده بر مبنای سری مفروضات بوده بر مبنای این فرض بوده که مثلا آمریکا از منطقه خارج شده یا مثلا بر این فرض بوده که جو بایدن خیلی دل خوشی از نتانیاهو نداره آمریکا خیلی موزگیری نخواهد کرد یکی از اعضایشون هم گفت که ما انتظار نداشتیم آمریکا اندازه واکنش جدی نشون بده یا مثلا فرضشون می بوده اسرائیل تعدید نیروی زمینی پیاده نمیکنه داخل منطقه یا مثلا فرضشون این بوده چون غرب درگیر جنگ اوکراین هست خیلی دیگه نمیتونه از اسرائیل حمایت بکنه یه فرض اینچنینی حماس نتیجه رسونده اگه آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران پیام صریح و روشن میفرسته هدف اینه که شما هم اگه مفروضات غلطی در مورد این حادثه دارین و ممکنه به جنگ ورود بکنین بدونین اینجوری نیست جنگ اوکراین هست رقابت با چین هست ما از منطقه رفتیم ولی دوباره میتونیم بگیریم بیشتر برای این بود که باز دارن دیگه ببینین الزاما پیاده کردن نیرو نیروی نظامی در جای خودش منجر به بازدارندگی نمیشه یه جایی شما باید نشون بدین که ارادی به کارگیری اون را هم دارین هدف از ارسال پیام نشان دادن اون اراده بود چون صرف تجهیزات نظامی بدون اراده بازدارنده نیست شما باید با قاطعیت نشون بدی که اراده به کارگیری این تسلیحات و تجهیزات نظامی رو داری و لازمش اینه که پیام بفرست از ارسال تجهیزات و تاسیسات هم جنبه بازدارنده نیست دقیقا هدف بازدارندگی و جلوگیری از جنگه اگه یالات متحده و غرب دنبال جنگ بود اتفاقا بهترین سیاست این بود که جمهوری اسلامی ایران رو دچار تصمیمات غلط بکنن پیامای غلط برای ایران بدن مثلا پیام غلط بفرستن که ما همچین هم نمیخوایم درگیر مسائل خاورمیانه بشیم یا مثلا نتانیاهو خودش مقصر ربطی به ما نداری یا مثلا ما میخوایم تمرکزمون رو رقابت با چین باشه یا مثلا بحث روسیه برای ما مهمتره اینکه آمریکا پیام به این سراحت میده که دنبال جنگ نیست اگه دنبال جنگ بود میتونست از طریق رسانه ها و امکانات و ظرفیت هایی که در اختیار داره من مسئولی مسئولی نه فقط مسئول جمهوری اسلامی مسئولین هر کشوری و دوچار سوء تفاهم و سوء برداشت بکنه که تصمیماتی بگیرن که منجر به جنگ بشه بله دکتر سوال آخر من این هست که شما اشاره کردید آمریکا بعد از این حمله 7 اکتبر یک سری پیام های مبتنی بر بازدارندگی ارسال کرده و حالا یک سری هم فشار ها داره اعمال میکنه باید. واکنش ایران به این سیاست ها و فشار های امریکا شما چطور میبینید؟ ببینید جمهوری اسلامی ایران از حیث واکنش واقعیتش میشه گفت دستش خالی هست یعنی کار خاصی نمیتونه بکنه Uh, چون uh, شما وضعیت رو نگاه بکنی از هر جهت یه وضعیت فشاری رو ما هست که مشخصا همه اینا در نهایت منتهی به بحث برجام میشه ببینید در مورد برجام آمریکایی های داد داره میگن برجام 2015 دیگر تامین کننده منافع ما نیست فعالیت های هسته ایران اون اندازه پیشرفت کرده که دیگه برجام 2015 نمیتونه اون فعالیت ها رو مدیریت بکنه و به خاطر همین حرف از اصلاح برجام یا برجام جدید ميزانان خب این ادعا سر جاش یعنی این ادعایی که در مورد فعالیت هستیم، ایمون داره، این سر جاش حالا اگه نگاه بکنی میبینیم تحولات دیگه ات... این تحولات دیگه اتفاق افتاده که این تحولات در کنار اون ادعای ناکارآمدی برجام همه ابزار فشار علیه ایران هست یکی از تحولات جنگ روسیه بود علیه اوکراین خود در این جنگ الان ادعای آمریکایی‌ها اینه که پهباد و موشکای شما مسئله ساز است یعنی فردا مذاکرات احیای برجام یا امضای برجام جدید بشه مسئله موشکی و پهباد ایران به شکل خیلی تری مورد توجه قرار میگیره یه ادعای کارت دیگی که منجر به ابزار فشار علیه ایران شده تحولاتی بود که پارسا در داخل ایران اعتراضاتی که اتفاق افتاد خب قبلا هم ادعای حقوق بشری قبل در مورد ایران وجود داشت ولی ما بار اول که میبینیم تو شورای حقوق بشر پرونده کمیتی ویژه تشخیص میده اسم مسئولینی میارن به خاطر همین این ابزار در آینده دوباره ابزار فشاری هست برای ایران در مذاکراتی که با آمریکا داره جلوتر که میایم جنگ غزه اتفاق میفته اتفاقی که بین اسرائیل و غزه الان در جریان هست خب اینو فردا ربطش میدن به سیاست منطقه میگن سیاست منطقی شما هم مسئله داره و ما نمیتونیم با این کنار بیایم پس اگه نگاه بکنیم آمریکایی‌ها چند تا ادعا دارن که این ادعا همش ابزار فشار علیه ایران است یک توافق هسته 2015 دیگر تضمین نمیکنه فعالیت های شما به بمب منجر نمیشه حضور شما در جنگ روسیه به این معنی است که پهبادها و مشکای شما خطرناک پرونده حقوق بشری شما سنگینتر شده و جنگ قزه جنگ حماس و اسرائیل هم نشون میده سیاست های منطقی شما ایراد دار مجموع این تحولات معنیش اینه که برجام قطعا در سال 2024 احیا نمیشه بعد یادم پارسالم ابتدای سال 2023 مصاحبه با شما داشتم گفتم احیا نمیشه در 2023 الانم با قطیت میگم در سال 2024 برجام احیا نمیشه و هرچه برجام دیرتر احیا بشه معنیش این ابزارهای فشار علیه جمهوری اسلامی ایران موثرتر میشن آمریکا داره زمان میخره که این ابزارهای فشار کارایی بیشتری علیه ایران داشته باشن و بایستی ببینیم در سال 1404 یا 2025 به بعد وضعیت بین ایران و آمریکا چه جوری هست چیزی که میبینیم سال 2024 هم سال سیاست فشار هست نه. فقط یه نکته میتونیم بگیم ایران هم با نگاهی به مذاکرات آینده الان داره سیاست هاشو پیش میبره با توجه به صحبت های شما جمهوری اسلامی ایران وضعیتش وضعیتش میشه گفت در وضعیت مناسبی قرار نداره از این حیث که اگه بخواد تحرکاتی داشته باشه کارت سازی بکنه ممکنه عادی سازی هایی که با عربستان و امارات متحده عربی انجام داده همه اینها تحت تاثیر قرار بده حتی جمهوری اسلامی ایران اگه بخواد در واکنش به حمله اسرائیل و غزه واکنش جدیتر یا متفاوتتری نشون بده مطمئنا تاثیر میذاره رو روابط ایران و عربستان ایران و امارات و اگه دقت بکنید مسئولینمون مثل جنگ 2006 یا سال 2014 جنگ 2014 خیلی با ادبیات سریح به نقد کشورهای منطقه نمی به خاطر همین جمهوری اسلامی ایران طبیعتاً بایستی فعلا سب بکنه که کمی فضای منطقه آروم بشه آرامش پایدار نه آرامش مقطعی در اون صورت مهمترین کارتی که جمهوری اسلامی ایران میتونه بسازه و به باور من تون داره کار میکنه همون توسعه فعالیت های هسته ایران هست که بعدا میتونه یک کارت موفق باشه در مذاکرات احیای برجام یا اصلاح برجام یا برجام جدید بله ممنونم دکتر غلامی مرسی از توضیحاتتون سلام